آمریکا معافیت چند کشور باقی مانده از خریداران نفت ایران را لغو کرده. این کار چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی ایران دارد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. کاخ سفید میگوید قصد دارد فروش نفت ایران را به صفر برساند. ایران در مقابل میگوید آمریکا نمیتواند کاری از پیش ببرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که از هفته آینده 8 کشوری که پیش از این از تحریم خرید نفت ایران معاف بودند، حالا باید بین تهران و واشنگتن یکی را انتخاب کنند. چین و ترکیه به این تصمیم آمریکا اعتراض کردند. هند و ژاپن گفتند به آن گردن می‌نهند. در این برنامه می‌بینیم که با همه خط و نشان‌ها میزان فروش نفت ایران تا چه حد تقلیل می‌یابد و این چه تأثیری بر اقتصاد ایران می‌گذارد که همین حالا هم شکننده است. قبل از صحبت با کارشناسان برنامه، همکارم ریحانه مظاهری اینجا با ماست که یه مقدار این عدد و رقم‌ها رو برای ما بازتر توضیح بده. ریحانه، این اختلاف از کجا میاد؟ اینکه آمریکا میگه ما فروش نفت ایران رو به صفر می‌رسونیم، ایران میگه نمیتونه این کار رو بکنه. بله، این سوالیه که خب خیلی‌ها مطرح می‌کنن که حالا آیا واقعاً فروش نفت ایران به صفر میرسه یا نه. ایران میگه قطعاً نه، آمریکا میگه قطعاً ما کاری می‌کنیم که به صفر برسه. اما سوال اینجاست که چقدر به طور رسمی میتونن نفت بخرن. اگر واقعاً آمریکا طی هفته‌های آینده، حالا کشورهایی که مخالفت کردن، به اونها هیچ معافیتی تحت هیچ شرایطی نده، قاعدتاً به طور رسمی باید فروش نفت ایران به صفر برسه. و اون چیزی که ایران میگه به صفر نمیرسه، احتمالاً راه‌های غیر رسمی هستش که حالا از راه‌هایی هستش که وزیر نفت ایران بارها گفته که ما میتونیم تحریم‌ها رو دور بزنیم. راه‌هایی هستش که برای اون در نظر خواهند گرفت. راه‌هایی مثل حالا جدیدترینش بورس انرژی بود که چندان هم موفق نبود، فقط در 3 دور از 8 دوری که حالا نفت توی این بورس به فروش رفت، خیلی میزان خیلی کمی، حدود 30000 بشکه 35000 بشکه نفت به فروش رفت که در واقع در اعداد و ارقام فروش نفت ایران و صادرات در واقع اصلا به حساب نمیاد. و راه‌های دیگه مثل حالا کشتی‌هایی هستن که حالا نفت ایران رو به صورت چراغ خاموش روی دریا، روی آب‌ها می‌فروشن، که همه اینها نشون میده که حالا به هر حال اینها ممکنه راه‌هایی باشه که ایران مد نظرش هستش که به صفر میرسه، که خب خیلی هم محتمله بتونه چند صد هزار بشکه بفروشه. ما این نموداری داریم، بذار اول این نمودار رو ببینیم که نشون میده که اتفاقا یه بخشی هست که خریدارش نامعلومه. اگه دقت بکنید چهارمین خریدار، اون بخش زرد رنگ، بخش خریداران نامعلوم هست که واقعا روشن نیست که اینها کی هستن. دقیقاً اینها همون کشتی‌هایی هستن که ممکنه نفت ایران رو فروختن و قابل ردیابی نبودن، چون که رادارهای خودشون رو خاموش می‌کنن روی دریا و نفت رو حالا به کشتی‌های دیگه‌ای می‌فروشن و حالا خدا می‌دونه نفت ایران ممکنه یه زمانی از آفریقا سر در بیاره، از جاهای مختلفی توی دنیا ممکنه سر در بیاره، که میزانش حالا درسته توی این نموداری که من می‌بینم به نسبت چندان کم نیست، ولی خب به نسبت خریداران اصلی ایران چیز قابل توجهی هم نیست. در واقع همون میتونه همون پیشبینی باشه، چند صد هزار بشکه‌ای باشه که ایران بتونه با وجود این در واقع معافیت‌هایی که لغو شده بتونه نفت بفروشه. چین اعتراض کرده، اما میدونیم که به هر حال چین یکی از شرکای اصلی تجاری آمریکاست. اگه قرار باشه اون اتفاق بیفته، به قول معروف انتخابی باشه، براش خیلی سخت خواهد بود که ایران رو انتخاب بکنه. یه مقدار راجع به موقعیت چین بیشتر برای ما بگو که آیا امکان داره که چین بتونه به نوعی از ایران نفت بخره؟ همونطور که خودت گفتی، چین واقعا بزرگترین خریدار نفت ایران محسوب میشه، بعد از اون هند هستش. خب ببین، چین در واقع توی این شرایط ایران دوستانی میتونه از قبل داشته باشه که اینها در واقع به منافع خودشون نگاه میکنن. چین الان به خاطر اون دعوای تجاری که با آمریکا داره، از این فرصت میتونه استفاده کنه برای اینکه حتی آمریکا رو تحت فشار قرار بده و در نهایت اگر در واقع به توافقی از نظر تجاری با آمریکا برسه و مشکلات تجاری که با آمریکا داره رو بتونه حل کنه، قاعدتاً خیلی بعید به نظر میرسه که نفت ایران رو نگه داره و آمریکا رو در نظر نگیره. اما در عین حال بازار ایران برای چین خب خیلی بازار جذابی هستش، چرا که پالایشگاه‌های چین و هند، بخشی از این پالایشگاه‌ها بر مبنای نفت سنگین ایران ساخته شدن و خب بازسازی و تغییر در واقع کاربری اونها با نفت دیگه یکم هزینه بره. از طرف دیگه نفت ایران برای اونها ارزون و قابل دستیافتن
قابل دستیافتنی تره، در واقع دستیافتنی تره و خیلی راحت تر میتونن خب در شرایط تحریم به خصوص نفت ارزون از ایران بخرن. ایران چین در واقع نفت ارزون بخرن و به جاش کالا خدمات بدن به جای این. یکی از اینها این هستش. در عین حال چین همه نفتی رو که از ایران میخره کاربری برای پالایشگاهاش نداره، ممکنه خودش به عنوان یک صادر کننده نفت عمل کنه و بخشی از اون نفت رو با قیمت‌های روز، مثلا اگه نفت 70 دلاره، این فقط مثال هستش، از ایران اون نفت رو هر بشکه 50 دلار بخره ولی در بازار نفت 70 دلاری بفروشه، در واقع اینجا 20 دلار به جیب خودش میگذاره. سعی بذار ما یه نگاهی بکنیم به اینکه روند خرید نفت چین از ایران به چه شکل بوده ظرف سالیان گذشته، که به هر حال بخشیش در دوره تحریم ها بوده، بخشیش زمانی بوده که تحریم برداشته شده و بعدش که باز برگشته. وقتی نگاه میکنیم ببینیم که قبل از بازگشت تحریم ها میزان قابل توجهی نفت خریده از ایران، ولی در مجموع در همه سالهای گذشته خرید ادامه داشته. نگاه میکنیم مثلا در دوران تحریم هم بوده. بله، همیشه چین جزو کشورهایی بوده که حالا اگر معافیتی بوده یا نبوده، به هر حال به شکلی نفت ایران رو خریده. در واقع یکی از کسایی هستش که ایران میتونه نفت از طریق یکی از کشورهایی است که نفت ایران میتونه از طریقش سواب کنه نفتشو، چون برای ایران هزینه نگهداری اون نفتی که استخراج میشه، ببین بذار من یه ذره راحت‌تر توضیح بدم. چاهای نفت رو اگر بخوان از در واقع استخراج رو ازش در واقع به صفر برسونن، یعنی استخراجی همین الان تصمیم بگیرن انجام ندن، برای اینکه بعد از تحریم ها دوباره بخوان اینها رو با قابل در واقع طوری از این چاها دوباره استفاده کنن و نفت استخراج کنن، اون خودش هزینه داره، چون باید گاز به اونها تزریق بشه که نفت بتونه سطح نفت رو بیارن بالا و بتونه از اونجا در واقع چیز کنن. به همین دلیل ایران حاضر میشه در این جور شرایط تحریمی به کشورهای مثل چین حتی نفت رو خیلی ارزان‌تر از قیمت بازار، خیلی حتی ارزان‌تر از رقم‌هایی که ما میگیم شاید بفروشه، برای اینکه نفتش رو در این حال اگر استخراج کنه که خب باید روی کشتی‌های نفتیش نگه داره. برای همین ایران حتی در این دور از تحریم ها حاضر شده که هزینه بیمه کشتی ها را هم خودش تقبل کنه، برای اینکه بتونه فقط نفتش رو، این هزینه ای که روی کشتی نگه داشتن نفت داره رو بتونه کم کنه و بابتش اون نفت به هر حال توی بازار جهانی وجود داشته باشه. یعنی به هر حال معنی این هستش که حتی اگر چین داره اعتراض میکنه، باز هم از این تصمیم آمریکا چین منتفع میشه. همونطور که چند روز پیش خوندیم توی بعضی از رسانه ها که روسیه بزرگترین منتفع هست از این شرایط. دقیقاً، روسیه تولید کننده 11 میلیون بشکه نفت در روزه. خب قاعدتاً این کشوری هستش که همین تقریباً دو هفته پیش وزیر انرژی روسیه اعلام کردش که ما به در واقع وقت اون رسیده که به توافق اوپک رو در پایان ماه ژوئن در نشستی که با اوپک پلاس خواهند داشت به پایان برسونن. این به این معنیه که این کشور در واقع توی این دورانی هم که توافق اوپک بود و تصمیم گرفته بودن که سطح تولید رو کاهش بدن و روسیه هم توافق کرده بود، خیلی این کشور پایبند نبود. ماهایی بودش که یک مقداری بیشتر از سطح تولیدی که داره در واقع باید داشته باشه تولید کرد. این نشون میده که روسیه از همین الان خیز برداشته. روسیه کشوریه که به هر حال نفت صادر میکنه و خیلی راحت الان به دنبال بازار اروپا، بازار آسیا، با کشورهای مثل هند مذاکره کرده. به مکانیزم اوپک، آیا اوپک میتونه جلوی تولید کننده های مثل عربستان و امارات رو بگیره یا عراق رو که جای ایران رو نگیرن؟ ببین، عراق رو نمیتونه بگیره، چون اوپک نمیتونه جای کشوری رو بگیره، چون کشوری که تحریم هستش باید کشورهای دیگه جای اون رو پر کنن برای اینکه جایگاه اوپک در بازار جهانی از بین نره. اما نکته جالبی رو اشاره کردی، چون همین امروز یک خبر اومد که تهران از بارکین دو در واقع دبیر کل اوپک دعوت کرده که حالا به تهران سفر کنه و این خودش نشون میده که ایران در واقع میترسه از کشورهایی که اعلام آمادگی کردن. بعد از اینکه لغو معافیت‌های مالیاتی اعلام شد، چهار کشور بودن که گفتن که در واقع دو تا کشورشون که عربستان و امارات و عراق گفتن که حاضر هستن در صورت نیاز جای ایران رو، جای نفت ایران رو تو بازار برای مشتری‌های ایران پر کنن، برای اینکه کمبود ایجاد نشه و بازار خیلی تعادلش به هم نخوره. درسته یه مقداری مازاد ارزه الان در بازار هستش، ولی بحثی که خیلی مهم هستش اینه که مثلا عراق طی سالهای گذشته بعد از حالا اون جنگی که درگیرش بود، یک مقداری که آزاد شد، سرمایه‌گذاری خارجی خیلی زیادی، سرمایه‌گذارهایی که از ایران رفتن خیلی‌هاشون الان در با عراق دارن همکاری میکنن، میدان‌های نفتی رو که این کشور داره دارن توسعه میدن و این کشور الان میزان تولیدش به بیشتر از 4,700,000 بشکه در روز رسیده. قابل توجه است اگر نگاه بکنیم به شرایطی که ایران الان داره. اگه بخوایم حالا تاثیر این رو روی کسری بودجه ایران ببینیم، بذار نمودار اینجا داریم. بر اساس آمار ارقامی که در بودجه لایحه بودجه 98 اومده، همونطور که می‌بینیم کل درآمدهای غیر نفتی ایران قرار 208
هزار میلیارد تومان باشه. این مقدار اینو بیشتر برای ما باز بکنید که به چه شکل به این 199 هزار میلیارد کسری رسیده. ببین همونطور که خودت گفتی کل درآمدهای غیر نفتی که دولت در لایحه بودجه 98 در نظر گرفته، البته لایحه بودجه 98 خیلی خوشبینانه تدوین شده، یعنی با نفت 54 دلاری و در صورتی که ایران بتونه در یک سطحی حدود بیشتر از 1 میلیون بشکه در روز نفت بفروشه، 208 هزار میلیارد تومان ببخشید در واقع درآمدهای غیر نفتیه که کل هزینه های دولت که دولت شاملش میشه، حالا هزینه هایی که عمرانی هستش و رد دیون، یعنی اون قرض هایی که دولت داره باید سررسید به زمانش رسیدی که باید اونا رو پرداخت کنه، 407 هزار میلیارد تومان هستش. این دوتا رو از هم کسر کنیم 199 هزار میلیارد تومان در واقع کسریه. حالا خب این اگر کسری نمودار رو چجوری ببینیم الان؟ بله این کسری رو اگه بخوایم بدونیم که چجوری میخواد دولت در واقع تأمینش کنه، بخشش استقرازه که استقراز یعنی پول چاپ کردن توسط بانک مرکزی. حالا استقرازی هست که از بانک مرکزی در حالت عادی چیز دیگه، در حالت کنونی چیز دیگه به نظر نمیرسه، در واقع چاپ اسکناسه که اون خودش بحث تورم بالاتر رو در پی خواهد داشت اینو. و بخشیش هم دولت در نظر گرفته که نفت از طریق فروش نفت که 148 هزار میلیارد تومان هستش رقمی که در نظر گرفته. حالا این دقیقاً چون خیلی خوشبینانه است، اینها در صورتی بوده که بتونه در واقع ایران نفت بفروشه به راحتی. حالا بذار یه سری عدد رقم دیگه هم داریم، اونا رو تو الان راجب صحبت بکنیم. ببین ما وقتی که ایران بالای 1 میلیون بشکه در روز، 1,100,000 بشکه در روز میفروخته، 147 هزار میلیارد تومان درآمدش بود، یعنی تقریبا نزدیک به این میزانی که کسری بودجه هست. در واقع میتونسته اون رو بودجهش رو یک جوری اون سال بکن. رو بگذرونه. بله. ولی الان در شرایطی که خواهد آمد در بهترین حالت گفتی 800 هزار بشکه. واقعا 800 هزار بشکه خوشبینانه ترین حالت هست، چون من با چند تا از کارشناسای حوزه نفت و انرژی که توی اوپک هم مثلا صحبت کردم، 800 هزار بشکه در واقع رقم خیلی بالایی هستش برای شرایط الان. اگر هیچ معافیتی برای کشورهایی که حالا لغو شد معافیتشون، مثلا مثل چین یا هند، مثلا اینو میتونن برن با آمریکا صحبت کنن بگن ما اصلا این پالایشگاهو نمیتونیم به جز نفت ایران مثلا در واقع ادامه بدیم کار باهاش رو، اگر در اون صورت باشه شاید 800 هزار بشکه، ولی حتی رقم‌های پایین‌تر از این مد نظر هستش، حدود 700 هزار بشکه. حتی به دوران جنگ ایران و عراق که شاید به حدود 650 هزار بشکه 600 هزار بشکه بود، رقم‌هایی هستش که میگن. و حتی اگه 800 هزار بشکه اما خوشبینانه بگیم بفروشه ایران نفت، میزان درآمدش 115 هزار میلیارد یعنی در نهایت باز هم کسری بودجه یه چیزی حدود 35 هزار میلیارد بیشتر از 35 حدود 35 هزار بله میلیارد تومان کسری بودجه هست. متشکرم ریحان، اومد این عدد رقم که به ارقام که به هر عدد ارقام سختی هست رو برای ما توضیح دادی. ممنونم از همکارم ریحانه مظاهری که این اعداد و ارقام رو برای ما بازتر توضیح داد. اما دولت ایران چطور میتونه کسری بودجهش رو جبران بکنه؟ وضعیت معیشتی مردم در ایران به کدام سو میره و چه تأثیری روی قیمت‌ها خواهد داشت این وضع؟ برای این موضوع سه مهمان داریم. نوید جمشیدی، سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا از تهران با ماست. آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ. و اینجا در استودیو سیما معتمن، اقتصاددان و مدیر مرکز تحقیقات اقتصادهای نوظهور و توسعه یافته. خوش آمد میگم به هر سه مهمانانمون. اجازه بدید از آقای حسنیا شروع بکنم. ما بحث آخری که با همکارم ریحانه مظاهری داشتیم بحث کسری بودجه بود. آقای حسنیا، میدونم که سالهاست شما روی این موضوع به صورت تخصصی کار کردید، ممکنه یه مقدار برای ما بازتر بکنید که ایران برای در چنین شرایطی که نمیتونه نفت رو به راحتی بفروشه چطور میتونه این کسری بودجه رو جبران بکنه؟ در بودجه سال 98 چه راههایی در نظر گرفته شده؟ البته باید توجه داشته باشیم که کسری بودجه در اقتصاد ایران هم کسری بودجه است ساختاری و هم کسری بودجه است سیاستی. خب شرایط موجود برای اقتصاد ایران در سال جاری با توجه به تلاش آمریکا برای به صفر رسوندن صادرات نفت ایران، در حالی که بیش از 31% منبع تامین بودجه امسال از محل فروش و صادرات نفت و گاز قرار بوده که تامین بشه، به نظر میرسه که کسری تراز عملیاتی بودجه امسال رو که بدون در نظر گرفتن این شرایط خاص عددی در حدود 113 هزار میلیارد تومان بود رو بسیار افزایش خواهد داد. البته این کسری تراز عملیاتی 113 هزار میلیارد تومان بدون در نظر داشته بودجه عمرانی است که ما میدونیم معمولا بودجه عمرانی هم یه جورایی میاد در بودجه عادی و استفاده میشه در ایران، اینطوره؟
در واقع بحث کسری تراز عملیاتی اون کسری است که قرار بوده پیش از این با درآمدی مثل نفت جبران بشه، یعنی هزینه ها از محل درآمدهای مثل درآمدهای مالیاتی یا سایر درآمدها تامین نمی شده و قرار بوده که نفت جایگزین اون بشه و الان نفتی که تا پیش از این در این قانون بودجه امسال بنا بوده که عددی در حدود 142 هزار میلیارد تومان عدد ریالیش باشه، به نظر میرسه که خب محقق نخواهد شد، چون که هم میزان فروش به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، اگرچه درآمد قیمت نفت بالاتر خواهد رفت و بخشی از این کاهش رو جبران میکنه، اما در نهایت منبع تأمین درآمدهای بودجه از محل فروش و صادرات نفت و گاز کاهش پیدا خواهد کرد و به این کسری بودجه دامن خواهد زد. مثل یک تاجر کوچک یا مثل یک مغازه‌دار، همونطور که اون وقتی منابع درآمدیش کم میشه دو راه پیش پا داره، یکی اینکه از هزینه هاش بکاهه برای جبران، یا اینکه منابع درآمدی جدیدی رو پیدا بکنه. دولت ایران هم امسال همین دو راه پیش روی اون هست، یکی اینکه تلاش بکنه که از هزینه هاش کم بکنه در بودجه، از یک سو صرفه‌جویی بکنه، به بودجه هایی بپردازه که خب اولویت نداره یا اینکه نقشی در تولید ندارند و اونها رو کاهش بده، و از طرفی منابع جدیدی رو پیدا بکنه که البته کار دشواری است. منابع جدید میتونه این منابع ریالی جدیدی که جبران منابع در بخشی از کاهش درآمدهای نفتی رو میکنه، مثلا تلاش برای این باشه که فرار مالیاتی کاهش پیدا بکنه، یا تلاش برای این باشه که نهادها و سازمانهایی که معاف از مالیات بودن، چه در چارچوب قانون چه در فراتر از بحث‌های قانونی، اونها رو شناسایی بکنه و اجازه نده که این معافیت‌ها ادامه پیدا بکنه، یا اینکه مثلا یارانه ها رو بخواد کاهش بده و منابعی از این دست رو پیدا بکنه برای اینکه این کسری بودجه رو جبران بکنه. پیدا کردن بودجه ها برای سازمان ها و نهادهایی که خب نقش مولدی در اقتصاد ندارن کار دشواری نیست به لحاظ اقتصادی، اما کار دشواری است به لحاظ سیاسی و حاکمیتی، چون موضوع جالبی اشاره کرده آقای حسنی. مشخص هست که همین الان هم از حرف هایی که بعضی از مقامات میزنن، مثلا رئیس بانک مرکزی گفته که باید بودجه های نهادهای نظامی و مذهبی کمتر بشه، میدونیم که این بحث بسیار حساسی هست در سیاست ایران این روزها. در واقع شاید این آزمون جدی ترین آزمون انقلابی بودن این نهادها است. اگر اونها ادعای انقلابی بودن دارند یا اینکه در چارچوب نظام و کمک حال نظام هستند، خب به جای هر کار دیگه‌ای بهتر این هستش که از این بودجه ها صرف نظر بکنن که دولت بتونه این منابع رو در جاهای حساس دیگه مثل پرداخت حقوق و دستمزد کارکنانش یا تامین منابعی برای تامین کالاهای اساسی مردم از سایر هزینه های ضروری اونها رو استفاده بکنه. متوجه. آقای جمشیدی، بحثی که الان کردیم در مورد کسری بودجه بحثی هست که دنباله دار هست، همونطور که آقای حسنی هم اشاره کردن. گفته میشد که ایران همواره کسری بودجه داشته، حتی در سالهایی در دوره آقای احمدی نژاد که ایران مبلغ قابل توجهی از درآمد نفتی داشت به خاطر اینکه زیاد نفت میفروخت و نفت هم گران بود، باز هم کسری بودجه داشت. الان چه فرقی داره امسال که اینقدر نگرانی ایجاد کرده؟ چه چیزی؟ حال میدونیم که به هر حال محقق نمیشه، اما ایران مثلا سالهای جنگ رو هم داشته که میزان خیلی کمتری نفت فروخته ولی گذران کرده. چه چیزی امسال متفاوت هست؟ بله، با درود بر شما. ببینید، مثال سالهای ابتدای جنگ رو زدین، یا بعد از در واقع تهاجم نابخردانه جمهوری اسلامی به سفارت آمریکا در تهران، میبینیم که در مقطعی به زیر 1 میلیون بشکه هم در واقع رسید فروش نفت ایران، که الان هم متاسفانه داره به اون مراحل نزدیک میشه. ولی در این مورد که به درستی اشاره فرمودید که همواره بودجه ما دچار مشکلات و کسری‌هایی بوده در مقاطع مختلف، چرا این بار اینقدر نگران هستیم؟ در مقاطع مختلف میبینیم که دلایل دیگری داشت این کسری بودجه و ظاهرا کوچکتر از چیزی که امسال پیش بینی می‌شده بود. فرض بفرمایید که تنظیم نادرست بودجه در زمان جنگ، خب موضوع جنگ بوده، اتفاقات طبیعی اقتصادی بوده که تحمیل می‌شده. در زمان کنونی علاوه بر اینکه همه این موارد هست، مدیریت خطا و اشتباه هست، می‌بینیم که ایالات متحده و دولت کنونی ایالات متحده تصمیم گرفته که کمپین فشار حداکثری رو
در واقع ادامه بده و این فشار رو بیاره و نشون هم داده در این زمینه جدی هست و قدم به قدم داره بر شدت این فشار میافزایه و این خودش نگرانی ایجاد میکنه، چنانچه میبینیم از سال گذشته در همچین مواقعی که ایالات متحده از قرارداد برجام یک طرفه خارج شد به یک باره چه اتفاقاتی افتاد، بعد هم این تحریم‌های نفتی و بانکی و تحریم‌های مرتبط با خودرو و اتومبیل همینجور ادامه پیدا کرد. الان هم که می‌بینیم این معافیت تحریمی رو هم تمدید نکرده و این برنامه رو ادامه خواهد داد و اینکه جمهوری اسلامی هم متوجه موضوع شده، چه موافقان چه مخالفان چه به قول معروف دوست و دشمن و همه از سال گذشته از شب عید تا به الان بر این نکته در واقع اتفاق نظر داشتن که سال سخت اقتصادی رو در پیش داره و این رو هم در شروع امسال این موضوع رو داریم میبینیم. پس دلیل عمده این نگرانی های زیاد این هستش که همچنان میدان باز هست برای فشارهای اقتصادی بیشتر از طرف ایالات متحده و جامعه جهانی از یک طرف و در داخل هم داریم میبینیم که هیچ اقدام عقلانی و عاجلی لااقل تا الان در این مورد صورت نگرفته. اقدامی که دیدیم دست کم ظرف یک دو روز گذشته صحبت‌های تند و تیز هست از طرف مقام‌های ایران، اینکه آمریکا نمیتونه این کار رو بکنه به دلایل زیادی. یکی از دلایلی که خیلی به نظر میاد که ایران روش حساب کرده واکنش بازار نفت هست. خب واکنش بازار نفت رو شما چطور میبینید؟ آیا فکر میکنید اونطور که ایران انتظار داشت که قیمت نفت بتونه دلیلی باشه برای اینکه آمریکا در تصمیماتش در مورد نفت ایران تجدید نظر بکنه پیش رفت؟ والا بازار نفت در حال حاضر خیلی بازار متغیریه به چندین دلیل. در یک مرحله سعی کردن که یک مقداری از صادرات کل کشورهای اوپک کم بکنن که قیمت نفت خیلی پایین نیفته. قیمت نفت وقتی که یه مقداری بره بالاتر از مثلا 70 بره، بعد برای شرکت‌های نفتی که در اکتشاف شیل گس هستن و شیل نفت هستن، اونا دوباره برمیگردن، اونا امکانه براشون دوباره صرف میکنه. بنابراین از نظر شرکت‌های نفتی یک مقداری این مسئله هستش که قیمت نفت تا چقدر بتونه بره بالا که اونا بتونن به اون فعالیت‌هاشون دوباره ادامه بدن. ولی از طرف دیگه یک مسئله خیلی مهم در مورد قیمت نفت اینه که قیمت نفت اگه بره بالا تأثیرات تورمی داره، نه تنها تأثیرات تورمی در کشورهای خریدار داره، بلکه تأثیرات تورمی بر کل کشورهای صادر کننده و خریدار داره. حالا در این بین یک مقداری این مسئله هستش که آمریکا داره سعی میکنه که تولیدات نفتش رو ببره بالا به طور کلی. نه تنها آمریکا، روسیه هم قراره که تولیدات نفتش رو ببره بالا. اگر هر دوی اینا یک مقداری تولیدات نفتشون رو ببرن بالا، میتونه یک مقداری قیمت تثبیت بشه. منتها اینجا یک چند تا مسئله دیگه هم هست و اون مسئله این هستش که کل بازارهای نفتی نه تنها به خاطر تحریم‌های اخیری که آقای ترامپ روی ایران گذاشته، بلکه بازارهای مثل بازار الجزیره هم بسیار نامطمئنه الان، انگولا هم بسیار نامطمئنه الان، لیبی دوباره یک مقداری نامطمئنه. بنابراین یک نگرانی در بازارهای نفتی هستش که این تحریم‌های اخیر ممکنه منجر به یک شوک عرضه نفت در بازار بشه. سازمان بین المللی انرژی گفته که ما مازاد تولیدی داریم در حال حاضر در بازار که دست کم به صورت مقطعی در مقطع فعلی مشکلی نخواهیم داشت. البته ذخایر نفتی ذخایر که عربستان سعودی میتونه روش حساب بکنه تا مثلا حدود 1.5 میلیون هستش، بیشتر از این نمیتونه اضافه کنه. روسیه قراره که میتونه تا 2 میلیون بشکه در روز تولیداتش ببره بالا و همچنین آمریکا. منتها اینجا چند تا مسئله دیگه هم هستش. اینکه این افزایش صادرات از جانب این کشورها آنن نمیتونه صورت بگیره، یه مدت زمانی طول میکشه. آیا میتونه جایگزین نفت ایران بشه؟ در کوتاه مدت بله میتونه، نوع نفت هست در کوتاه مدت یه مقداری میتونه، ولی خب مثلا فرض کنین در مورد
کره جنوبی. کره جنوبی نفت ایران براش خیلی مفید بود، برای اینکه نفت خیلی سبکیه، با اینکه نفت خامه ولی نفت خیلی سبکیه که به مصرف پتروشیمیش میرسه. بنابراین جایگزین کردن این به این آسونی نیستش. بعضی کشورهای دیگه میتونن یک مقداری جایگزین کنن، ولی از طرف دیگه خود ایران هم همچنان خواهد توانست که یک مقداری صادر بکنه، چه از طریق ترکیه، چه از طریق دریای خزر، چه از طریق پاکستان. بنابراین اینقدر خب مثلا ممکنه، شما معتقدین به صفر نخواهد رسید؟ نه، من فکر نمی‌کنم به صفر میرسه. آقای حسنی، این بحثی که به هر حال ما همواره از مقام‌های ایران شنیدیم که اقتصاد مقاومتی و بهتر که تحریم میشه ما با اقتصاد مقاومتی از پس این روزها برمیاییم، خیلی ها هم ممکنه بگن که ممکنه مفید باشه در بعضی از مثلا سطوح برای بعضی از بخش‌های اقتصاد ایران. آیا شما چنین چیزی رو می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنید که ایران آمادگی برای اقتصاد مقاومتی داره در حال حاضر یا نه؟ سیاست درست یا حرف درست در زمان نادرست الزاماً نمیتونه آثار مثبتی رو به همراه داشته باشه. اینکه اقتصاد ایران نفتی است باید از یا دست کم بسیار وابسته به نفت هست و باید از این وابستگی رها بشه، حرف درستیه. اما خب 40 سال 50 سال فرصت بوده که این اتفاق بیفته. در دوره‌هایی میتونست این اتفاق بیفته که دوره‌های خیلی بهتری بوده تا اینکه ما در این شرایط فعلی قرار داریم. خب تمام اون زمان‌ها از دست رفته و امروز که از سر ناچاری در واقع نفتی به اون میزانی که می‌خواهیم صادر بکنیم یا بفروشیم وجود نداره، حرف بر سر این هستش که خب چه خوب که میتونیم حالا که نفتی نیستش اقتصادمون رو رها بکنیم از نفت. من فکر می‌کنم که در این شرایط فعلی خیلی این اتفاق نخواهد افتاد و بیشتر دشواری‌های کمتر فروخته شدن نفت ایران بر اقتصاد ایران حاکم خواهد شد. ضمن اینکه دقت بکنید که اقتصاد ایران در شرایطی قرار داره که با مسکن‌ها یا سیاست‌های اصلاح جزئی سیاست‌های اقتصادی راه به جایی نمی‌بره. نیازمند یک اصلاحات ساختاری و بنیادین در اقتصاد هست و در چنین شرایطی که دشواری‌های سیاسی، دیپلماسی، معیشتی و سرمایه اجتماعی، اعتماد بین ملت و دولت وجود داره، خب فرصت مناسبی برای چنین سیاست‌هایی نیست. برای همین من فکر می‌کنم که حتی در اون پرسش پیشین که خب چه راه‌هایی هست برای اینکه این کسری بودجه یا این وضعیت رو بتونیم مدیریت بکنیم، احتمالاً و متأسفانه مثل همیشه ساده‌ترین راه انتخاب میشه و اون سراغ گرفتن از جعبه جادویی بانک مرکزی است که البته تبعات بعدی خواهد داشت و فقط این بحران فعلی رو کمی دورتر میبره. اقتصاد بدون نفت یا اقتصاد غیر وابسته به نفت خیلی شعار خوبیه، خیلی سیاست خوبیه، اما فکر میکنم که در شرایط فعلی نه امکان اجرای اون وجود داره و نه به لحاظ ملاحظات سیاسی و اجتماعی حاکمان ایران خیلی جدی خواهند بود راجع به اجرای اون، برای اینکه تبعات بسیار وسیعی خواهد داشت. خانم معتمد، شما هم در این زمینه صحبت داشتید، تاثیرات کتابونه. بله، این ایشون حرفایی که زدن کاملا درسته. یعنی در واقع به دو نکته خیلی مهم میرسیم ما: در کوتاه مدت چی کار میشه کرد، در بلند مدت چی کار میشه کرد. یکی از مسائلی که مثلا فرض کنید سقوط صادرات نفت ایران برای ایران به وجود میاره اینه که ارزش ریال میفته، برای اینکه درآمدهای خارجیش کاملا میره پایین. منتها در مورد ایران ما یک مسئله دیگه هم داریم از نظر اینکه خب اگر که ارزش ریال بیفته، مثلا فرض کنیم موقعی که ارزش ارز کره جنوبی افتاد، اینا تونستن یک مقدار زیادی نیروهاشون رو در بلند مدت یواش یواش متوجه بخشهایی بکنن که صادرات اونا زیاد میشه. مثلا صادرات، اگه ایران میتونه صادرات دیگه غیر از صادرات نفت داشته باشه، مثلا فرض کنین یخچال بفروشه، ماشین بفروشه غیر و ذلک، اینا رو میتونه در بلند مدت. ایران که کشور صنعتی به اون شکل نیستش. ولی حتی اگه بشه در بلند مدت، مشکل دیگه اینه که همچنان با تحریم مواجهه و تحریم فقط متوجه
نفت نیست، تحریم‌های مالی هستش. بنابراین مسئله ایران در بلند مدت هم مسئله خیلی مهمیه که به این آسونی حل نمیشه. راجب تحریم‌های مالی صحبت کردیم، من میخوام یه مقدار اون بحث این که بحث استقراض، بحث تأمین ریالی هزینه ها رو صحبت بکنیم، با توجه به اینکه میدونیم که پیش از این هم بارها مطرح شده که ایران، دولت ایران کسری بودجهش رو گاهی مثلا از بالا بردن قیمت ارز تأمین میکنه، همین قضیه استقراض از بانک مرکزی که همین حالا در نظر گرفته شده 51,000 میلیارد تومان قرار هست از بانک مرکزی استقراض بشه. آقای جمشیدی شما چطور میبینید؟ آیا همین حالا میشه نگران این بود که این تورم رو بالا ببره؟ بر اساس آماری که ما داریم تورم نقطه به نقطه ظرف یعنی ماه فروردین ماه امسال نسبت به پارسال 50%. با این حساب فکر میکنید که آیا ایران اصلا چنین امکانی داره که بخواد استقراض بکنه؟ اگر استقراض بکنه تورم ممکن است به چه شکل در بیاد؟ بله، به درستی اشاره فرمودید که این قضیه استقراض یا بازی با قیمت ارز در واقع همیشه کاری بوده که جمهوری اسلامی انجام میداده جهت تأمین کسری بودجه موقت، ولی هر بار میبینیم که یک اثر مخربی بر کلیت اقتصاد سالم ما در واقع میگذاشت. من خواهش میکنم اجازه بدین که این قضایای اقتصادی کنونی رو از یک زاویه دیگر و متفاوت نگاه بکنیم. من همینجوری که در پرسش قبلی شما عرض کردم، شما پرسیدید که چرا این بار اینقدر نگرانی وجود داره. من میخوام دوباره برگردم به اون موضوع که این بار با همه دفعات قبل کلیت موضوع تفاوت‌های بزرگی داره و این باعث میشه که نگرانی و اعمال هم باید که در واقع متفاوت باشه. ببینید الان این بحران شدید اقتصادی و این تورم، حالا شما اشاره فرمودید که نقطه به نقطه به نسبت پارسال در فروردین 50% در خیلی از کالاها و موارد دیگه. آقای جمشیدی ازتون اجازه میخوام اینو دقیق از روی آمار بخونم، برای اینکه نمیخوام چیزی رو اشتباه گفته باشم. برابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در فروردین امسال نسبت به همین در سال 97 حدود 44.9 حدود 45% بوده. من خواستم تصحیح بکنم که این موقع بعدن نگن که شما اشتباه گفتین 50%. بفرمایید. بله خواهش میکنم. حتی این یه اوریجی هست، عرض کردم تو بعضی موارد تا 100% هم ما این موضوع رو داشتیم. حالا این یک موضوع متفاوتی هست. ببینید الان این در واقع بحران‌های اقتصادی و اقتصاد ایران که امسال پیش بینی می‌شود متأسفانه که اقتصاد درمانده‌ای بشود، بعد بررسی بکنیم که دلیلش چی بوده و به چه جهتی داره این موضوع پیش میره. دو دلیل عمده رو من میبینم بابتش به وجود اومدن شرایط فعلی. یکی مدیریت ناصحیح و غیر درست هست در داخل که متاسفانه همچنان ادامه داره، و دیگری در واقع فشارهای شدید اقتصادی از جهت از سمت جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده هست جهت رسیدن به یک سری تغییرات و منافع سیاسی که اینها فعلا لااقل از اهرم اقتصادی دارن آمدن استفاده میکنن و این موضوع رو میتونن افزایش بدن. پس با این مواردی که در واقع نفت رو چجوری بفروشن، استقراض از بانک مرکزی بکنن، یا این صحبت نادرستی که پیش اومده این روزها که در واقع دونرخی کردن قیمت بنزین، که من البته اسمش رو میذارم افزایش قیمت بنزین، با این روش ها این قابل حل نیست، به خاطر اینکه این فشار میتونه ادامه داشته باشه. الان برنامه که وجود داره اینه که در واقع خطر این هست که متاسفانه پتروشیمی جمهوری اسلامی و پتروشیمی ایران رو هم بخوان تحت تحریم قرار بدن، که میگیم حدود 32% از صادرات غیر نفتی ایران پتروشیمی هست و این ضربات میتواند همچنان ادامه داشته باشه. پس میبایستی برای حل کلیت موضوع اولا مدیران در نظر بگیرن توان خودشون رو و توان حریف رو و مدیریت صحیح در این زمینه بکنن و ریشه های سیاسی این موضوع رو بتوانن حل کنن. سرکار خانم اشاره فرمودن به تحریم های مالی، این هم نکته خیلی مهمی هست. هر گونه در واقع دور زدن تحریمی درآمدزایی متفاوت دیگه هم بخوان انجام بدن، تحریم های مالی و بانکی هم از یک طرف هست، یا در واقع جبران کسری بودجه که از راههایی که جمهوری اسلامی انجام میده در واقع بالا بردن درآمد مالیاتی در داخل هست، که این رو من در ایران به عینه مشاهده میکنم که فشار شدیدی رو به فعالین اقتصادی میارن، ممیزهای مالیاتی، حالا نه همشون ولی اکثرا به شکل غیر منطقی این عدد رو فقط میخوام بالا ببرم به عنوان یک کسب درآمد. خب یک فعال اقتصادی، یک بنگاهدار اقتصادی متضرر میشه از چیزهایی مثل مالیات نابجا
و اینها. منظور من این هست که این روش ها صرفاً فشار رو میبره بالا و یا به زور یا با درایت میرسونه به یک تسلیمی. چه بهتر که به قول دوست عزیزمون که اشاره فرمودن کار درست باید در زمان درست انجام بشه، در زمان نادرستش هیچ گونه فایده ای نخواهد داشت. بهترین کاری که میشه انجام داد این هست که مدیریت صحیح بیاد برآورد بکنه، ببینه خب الان با این کاهش فروش نفت هم شاید بخوان یک برنامه های کوتاه مدتی داشته باشن که به نظر من خیلی موفق نخواهند بود. آقای جمشیدی، به نظر میاد که الان نگرانی، در واقع حرفی که دیروز آقای روحانی زد این هست که حتی ما هم بخوایم مذاکره بکنیم آمریکا الان آماده نیست مذاکره بکنه. به نظر میاد که بحث الان یه مقدار فراتر از بحث های سیاسی هست، یا به قول آقایون اون چیزی که قبلا هم گفتیم که زمان شاید الان گذشته و الان به هر حال وضعیتی که الان ایران داره وضعیتی هست که به این سادگی قابل حل نیست مگر اینکه یک اتفاق خاصی بیفته. اما بذارید یه مقدار راجع به این قضیه مالی هم صحبت بکنیم. بحث این که ایران حتی اگه نفت بفروشه به راحتی خانم معتمد نمیتونه پولش رو برگردونه. ایران مشکلات عمده دیگه داره، مثلا قضیه FATF بوده و هست. الان به هر حال با این معضلاتی که ایران روبروه ممکنه بعضی از اون کسایی که مخالف تصویب FATF بودن بگن بفهمه ببینید ما گفتیم به اینا نمیشه اعتماد کرد، الان FATF هم بود فرق چندانی نداشت. به نظر شما واقعا چقدر تأثیر داره اینکه ایران گردن بذاره به این قوانین بین المللی و بخواد بپذیره که بخشی از این روند بین المللی مالی بانکی هر چیزی باشه؟ خب مسلماً وقتی فشار زیاد بشه یک مقداری مجبور ممکنه بشن که در زمینه‌های قبول بکنن که قوانین FATF رو بپذیرن. ولی یه نکته من میخواستم بگم اینکه چرا اگه مقایسه بکنیم الان با مثلا دوره‌های قبل، در دوره‌های قبل اقلا انتظار این بود که ایران بتونه همچنان نفتشو بفروشه، ایران همچنان بتونه درآمدهای دلاریشو بتونه وارد کشور کنه. این فشار خیلی شدید روی تحریم‌های جدید هرگز به این حد در مورد ایران نبوده، بنابراین یه چیز تازه تریه. یکی این نکته. دیگه نکته دیگه این که باز هم باید یه مقداری مواظب باشیم برای اینکه کره شمالی سالها دوام آورد علارغم شدیدترین تحریمایی که داشت، کوبا سالها دوام آورد علارغم شدیدترین تحریمایی که بهش وارد آمد، همچنین ونزوئلا. اونچه که مسلمه مردم ایرانن که به شدت تحت فشار قرار خواهند گرفت، تورم در ایران به شدت بالا خواهد رفت، ارزش ریال سقوط خواهد کرد، از این خیلی بیشتر سقوط خواهد کرد و این فشارها از نظر آمریکا این هستش که ممکنه مردم رو به حرکت در بیاره. منتها یک نکته دیگه هم که دولت ایران روش حساب میکنه اینه که دو سال بیشتر به ادامه پرزیدنسی آقای ترامپ نمونده و وضعیت داخل آمریکا هرچند که یک مقداری طرفداری از آقای ترامپ بالا هستش کاملا میتونه تغییر بکنه. صحیح. و یک نکته خیلی جدیدی که بیشتر نگاهشون به تغییرات خارجی هست یا اتفاقاتی که در خارج قرار گرفته تا اینکه بخوان خودشون در داخل کاری بکنن یا تصمیم عمده بگیرن. خب یک مقداری تغییراتی ممکنه در داخل، مثلا از نظر اینکه بودجه بعضی قسمت ها ممکنه کم بشه، بودجه نظامی ممکنه یه مقداری کم بشه، یک مقداری حرف در واقع جنگ حرفیه بیشتر از اینکه جنگ واقعی بخواد صورت بگیره. به نظر من آمریکا هم حمله نخواهد کرد. این مسئله که آمریکا بخواد به ایران حمله کنه به صورت نخواهد گرفت و اینکه ایران بخواد تنگه هرمز رو هم ببنده صورت نخواهد گرفت. تنها چیزی که صورت خواهد گرفت اینه که فشار روی مردم به شدت بالا خواهد رفت و در این بین چطور ممکنه که یک حرکتی از داخل ایران صورت بگیره، این را هم میذارن به عهده خود مردم ایران. به نظر من چنانچه در ونزوئلا هم هیچ اتفاقی نیفتاد علیرغم تمام فشارهایی که آمریکا آورد و یه نیروی جدیدی رو به عنوان اپوزیسیون مطرح کرد. اینجا یک نکته که مهم هستش اینه که در سالهای به خصوص در این سال یک سری فعالیت‌های نیروهای مردم برای کاهش تکیه به انرژی فسیلی زیاد شده. یعنی تمام کسایی که طرفداران محیط زیست هستند دارن به انواع مختلف فشار میارن، در نه تنها در انگلستان بلکه در تمام کشورها، که این کشورها مصرف
نیروهای فسیلیشون و انرژی فسیلیشون مثل نفت و گاز و غیره کم کنن. این میتونه یه نکته خیلی مهمی باشه. ولی در کوتاه مدت در وضعیت ایران در این تاثیر مدت اثر نمیکنه، ولی در کوتاه مدت روی ایران هم میتونه یک مقدار اثر بذاره که یک سری سرمایه گذاری ها بره روی انرژی خورشیدی. و این چیزیه که ترکیه خیلی بهش توجه کرده، چین خیلی بهش توجه کرده، عربستان سعودی خیلی بهش توجه کرده و ایران باید بهش توجه کنه. حالا یک مشکل دیگه که ایران خواهد داشت اینه که هر نوع تکنولوژی که بخواد اینو به کار بندازه یک مقدار زیادی دست غربه، ولی دست چین هم هست. شاید بتونه، در واقع منظورتون هست که شاید بتونه از این موقعیت استفاده کنه و با چین در این زمینه ها. بذارید یه مقدار راجع به همین در واقع داینامیک روابط ایران و این کشورهایی که تا به حال میتونسته بهشون نفت بفروشه الان دیگه آمریکا نمیگذاره صحبت بکنیم. میدونیم که اعتراضاتی بوده از طرف چین، از طرف ترکیه خیلی شدید اللحن، حتی روسیه که حالا جزء خریداران هم نبوده اعتراض کرده. آقای جمشیدی، آقای شما میبینید که مثلا ترکیه بیاد و بیش از اون چه که اعتراض کلامی هست کاری بکنه، چین کاری بیش از اون چه که اعتراض کلامی هست بکنه، یا در نهایت اینها مجبور هستند که گردن بگذارن به اون چه که آمریکا میخواد ازشون؟ بله، اولا که خب طبیعی هست که اینها مجبور هستن با نظام جهانی همکاریشون رو داشته باشن، ولی در مورد این دو کشور به خصوص، مخصوصا ترکیه که در واقع در مرز با ایران داره و نزدیک هست به این کشور، ترکیه نشون داده این آقای رجب اردوغان که در مورد موضوعات اقتصادی حاضر هست همه گونه بازی رو انجام بده که منافع اقتصادی بالایی رو ببره. حتی اخباری بوده که حاضر شده معامله نفت با دولت اسلامی داعش انجام بده و ترکیه این حالت رو از خودش نشون داده و جمهوری اسلامی هم روی این موضوعات اتفاقا حساب میکنه. در دور قبلی تحریم ها هم خیلی داستان هایی بود مربوط به اینکه به هر حال اتفاقاتی که در ترکیه افتاد، جعبه های پول نقد که جابجا شد یا حتی شمش های طلا و بحث های این گونه خیلی زیاد شنیدیم. بله دقیقاً ترکیه این حالت رو داره، ولی ببینید من باز دلم میخواد از زاویه دیگری ببینیم. همین صحبتایی که مطرح شد سر جای خودش درست است، ولی من از داخل ایران به این موضوع اشاره میکنم. البته میدونم شما دوستان هم به دقت دنبال میکنیم، ولی ایران در امروزی که ما اینجا داریم صحبت میکنیم در وضعیت بسیار متفاوت دچار مشکلات فراوان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی شدید هست. شاید شدیدترین لااقل در 30 سال گذشته این روزها داریم مشاهده میکنیم، و اینجور موارد که حالا خیلی خوب هست رسیدگی به سوختهای فسیلی، خیلی خوب هست کارهای مختلف انجام دادن، ولی چیزی رو که من میدانی و به واقع میبینم بحران چنان بالاست که میبایستی خیلی مسائل با اولویت جلوتر اول حل بشه تا بشود اصلا در مورد این مسائل حرف زد. یعنی شما یک سیل در ابتدای امسال تمام سیستم جمهوری اسلامی رو ریخت به هم، سیلی که خب متاسفانه بد بود، ولی خب ما خیلی موارد شدیدتر و بدتر در جای دیگه دنیا داریم، به خاطر اینکه ضربه پذیر و آسیب پذیر هست و جمهوری اسلامی ابتدا باید این آسیب پذیری رو لااقل در بخش اقتصادی که موضوع این برنامه هست بیاد به نحوی حل بکنه. و اگر که عنوان کردن که الان آمریکا آماده مذاکره نیست یا اصلا خودشون دلشون نمیخواد یا به هر دلیلی، به نظر من اول بیان در همین بخش اقتصاد با ایرانی های فعال در بخش اقتصادی وارد مذاکره و آشتی و وفاق بشوند. این که دیگه شدنی هست، حالا اون آمریکاست، اون اسرائیل، این هر چیز دیگه هست، با خود مردم، با خود فعالین داخلی، بدون در نظر گرفتن برچسب ها و انگ های مثل خودی و غیر خودی و غیره وارد بشن. اگر این کار رو نکنن اصلا خیلی خیلی عقبتر از راهکارهایی هستیم که در این برنامه ما داریم مطرح میکنیم. خیلی خیلی اصطلاح عامیانه آشورتر از این حرف هاست در این روزها که میبینیم. من ارتباطاتی از حالا اینجا محدودیت هایی دارم که بخوام بگم، ولی از نزدیک دارم میبینم که اصلا رها کردن یه سری قسمت ها رو و آدم نگران میشه که چه اتفاقی داره میفته. بله خیلی خوب بود که بتونیم به موضوعات خوب، موضوع ارتباط با همسایه ها و اینها برسیم، ولی در این شرایط بحرانی که هر لحظه یک اتفاقی داره میفته، متاسفانه فقط با این حرف و حدیث ها چه در جهت آرام کردن مردم، چه در جهت دندان نشان دادن در قسمت های نظامی، کار بهتر که نمیشه بدتر هم خواهد شد. اشاره کردی به بحث سیل، اجازه بدید راجع به این هم صحبت کنیم، چون هزینه‌ای که سیل گردن ایران گذاشته امسال با
بالغ بر 35,000 میلیارد برآورد شده بر اساس برآوردهای رسمی. بعضی میگن خیلی بیشتر از این هاست. این دقیقاً آقای حسنی همون مبلغی هست که راجبش صحبت میکنیم که کسری بودجه ایران بوده و این مبلغ هم به نفع اضافه شده. ایران چطور میتونه با یه همچین قضایایی کنار بیاد؟ آیا مثلا میشه مسئله سیل رو گذاشت و بدتر حل کرد، یا این یک مسئله هست که باید ایران بلافاصله راسبتش واکنششون بده؟ بودجه همچین مصیبت‌هایی رو از کجا باید بزنه و بیاره؟ خب تو همین قضیه هم شاهد بودیم که باز سراغ از راحت ترین راه و راحت ترین شیوه گرفته شد، یعنی استفاده از صندوق توسعه ملی، جایی که اصلا برای کار دیگری تعریف شده و قرار بوده که اونجا درآمدهای نفتی جمع بشه که صرف سرمایه گذاری هایی بشه، یا اینکه محلی باشه برای جبران سالهای کم درآمدی نفت و سرمایه گذاری بشه. خامنه‌ای رو مشروط کرده فعلا، 100% نیست، ولی بعید به نظر میرسه که به هر حال شیوه های دیگری در این شرط در نظر گرفته بشه و میشه پیش بینی کرد که در نهایت بگن که خب ما بررسی کردیم، راه دیگه‌ای به ذهنمون نرسید یا امکان اجرایی نداره، بریم دوباره از همین صندوق برداشت بکنیم، اون دلارها رو ریال تبدیل به ریال بکنیم، یک دردسرهای دیگه‌ای رو به بحث نقدینگی و تورم اینها بیافزاییم و بعد بخوایم این هزینه‌ها رو جبران بکنیم. اما گذشته از این هزینه‌های خسارت 35,000 تا 40,000 میلیارد تومانی، یک تبعات و پیامدهای دیگری رو همین سیل رقم زده و اون آسیب جدی است که به بخش کشاورزی وارد شده و میشه پیش بینی کرد که در تمام این اعداد منفی قابل پیش بینی برای نرخ رشد اقتصادی ایران در بخش‌های مختلف که در سال 98 شاهد اون خواهیم بود، بخش کشاورزی هم با توجه به این سیل یک ماه اخیر به شدت افت داشته باشه و رشد منفی زیادی داشته باشه، که از باب این که به هر حال تامین منابع غذایی هست و بحث امنیت غذایی رو هم به دنبال داره، خب میتونه خیلی اهمیت داشته باشه. اما اگر بخوایم از باب راه حل هایی که به نظر میرسه، چون راه حل ها خب همونطور که خانم مطمئن هم فرمودن و آقای جمشیدی، راه حل های میان مدت یا بلند مدت شده در وضعیت فعلی ایران خیلی پاسخگو نباشه. اینکه مثلا انتظار داشته باشیم که سرمایه گذاری در بخش‌های دیگری انجام بگیره در حالی که نرخ رشد سرمایه گذاری اساسا صفر هست در سالهای اخیر، یا اینکه راه بازی اصلا وجود نداره برای اینکه منابع جدید سرمایه گذاری تامین بشه. شاید مهمترین تلاش دولت میتونه این باشه که تراز تجاریش رو از همون اندک صادرات غیر نفتی که وجود داره و بخش خصوصی واقعی اونجا تلاش میکنه که این کارو بکنه، اون تراز تجاری رو حفظ بکنه و تلاش بکنه که تمام کمک‌هاشو به اون سمت و سو سوق بده که این صادرات همچنان برقرار بمونه. شاید از بابی هیچ راهی وجود نداشته باشه مگر همین راهی که دولت داره تلاش میکنه که به توافق‌های دو طرفه برسه با کشورهای عمدتاً همسایه یا همسو با خودش، مثل ترکیه، مثل عراق، مثل اخیراً سفر نخست وزیر پاکستان و روسیه و سایر کشورها، که مثلا ارز سومی پاش وسط نباشه و تجارت کالا به کالا باشه و تهاتوری باشه با هند، که البته خب تبعات خودش رو داره، یعنی شما خودتون رو از یک بازار بزرگ بین المللی با کیفیت‌های بالاتر و با قیمت‌های مناسب‌تر محروم کردید، اما خب چاره جزی نیست. شاید این شیوه‌های دم دستری باشه برای اینکه این دوره بگذره. بله. آقای حسنی، من الان سوالم این هستش که با توجه به وضعیتی که الان هست، حالا صحبت وضعیت کشاورزی شد، آیا ایران امکان تأمین مواد غذایی مورد نیاز 80 میلیون رو در حال حاضر داره با این شرایطی که الان می‌بینیم؟ همین چند وقت پیش صحبت گوشت بود و کمبود گوشت، الان بحث کشاورزی رو شما مطرح کردید. ببینید، تا پیش از اصلا این سیل و این مشکلاتی که بود، ما با خبر بودیم که حدود 13 تا 14 میلیارد دلار دولت دلار 4200 تومانی در نظر گرفته برای واردات کالاهای اساسی. خب این به این معنی هستش که دست کم 14 میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی نیاز داریم برای اینکه مثلا همین گوشت رو تامین بکنیم، برای اینکه ما وابسته هستیم به کنجاله سویا یا ذرت دامی، برای اینکه این نهادهای تولید بخش مرغداری و دامداری باید وارد بشه و سایر کالاها و اقلام دیگه‌ای که در اون فهرست 70 تا 100 قلم کالای اساسی وجود داشته. تقریبا خب هیچ کشوری غیر مستقل از سایر کشورهای جهان توان این رو نداره که تمام نیازهای
غذایی خودش رو تامین بکنه، اما هر کشوری تلاش میکنه که درصد بالاتری رو به عنوان اون ضریب خودکفایی یا اون بخشی رو که به عنوان ضریب خودکفایی با ملاحظات اقتصادی و توجیه اقتصادی هستش رو رعایت بکنه و به دست بیاره. به هر حال برای تامین اون بخش از کالاهای اساسی که 13 تا 14 میلیارد دلار براش بودجه در نظر گرفته شده، همچنان ایران نیازمند این هست که از کشورهای دیگه این واردات رو انجام بده. به ویژه اینکه ملاحظه مهم دولت و حاکمیت این هست که در اون حوزه افزایش قیمت نداشته باشن، چون که تورم غذایی به شدت دهک‌های پایین درآمدی رو متاثر می‌کنه، چرا که اونها بیشتر از هر دهک درآمدی دیگه این متاثر از افزایش قیمت مواد غذایی و آشامیدنی هست. خب مطمئن به عنوان سوال آخر، ما می‌دونیم که به هر حال اروپا دست کم در ظاهر صحبت شده، بارها گفتن که موافق نیستن با این شیوهی که آمریکا از برجام خارج شده و داره رفتاری که با ایران می‌کنه. آیا مکانیزم بین المللی هست که بتونه از ایران در این شرایطی که درش قرار گرفته حمایت بکنه یا نه؟ متاسفانه یک وضعیت خیلی بحرانی هم در خود اروپا هستش، برای اینکه انگلستان داره از اتحادیه اروپا خارج میشه و این تاثیر خیلی زیادتری میتونه داشته باشه روی مثلا فرض کنین ایتالیا، روی هلند، روی فرانسه. بنابراین اتحادیه اروپا از یک طرف نگران این هستش که ایران مبادا دوباره بخواد نیروی اتمیشو تمدید کنه، از طرف دیگه خیلی هم تمایل داره که یکی از بازارهایی رو که میتونه به اون صادر بکنه حفظ بکنه. هم انگلستان این براش مهم هستش، هم بقیه اروپا. با خارج شدن انگلستان، انگلستان حدود 40% از وارداتش از اروپا هستش. حالا اگر خارج بشه و استرلینگ افت بکنه، این واردات یه مقداری کم میشه. بنابراین برای اروپا مهمه که سایر کشورهای دنیا رو نگه داره به عنوان اینکه بتونه بهشون صادر بکنه و از این جهت یک مقداری ممکنه هوای ایران رو داشته باشن، ولی خب هوای آمریکا براشون خیلی مهمه. مهم این هستش که در اینجا شرکت‌های کدوم شرکت‌ها حاضرن با ایران مراوده داشته باشن، رابطه داشته باشن. شرکت‌های خیلی کوچیک‌تر خواهند ادامه خواهند داد. آقای جمشیدی یه دقیقه فرصت هست، اگه شما هم جنبندیتون رو بکنید با توجه به شرایطی که الان می‌بینید، آیا فکر می‌کنید که ایران می‌تونه با کمک اروپا بخشی از این فشار رو خنثی بکنه؟ به هیچ عنوان. من خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم، ببینید ما در پی نقش ایوان هستیم، در این حالی که من مطلق و خلاصه عرض بکنم اقتصاد حال حاضر جمهوری اسلامی در یک بنبست مطلق قرار گرفته و به سمت یک کلاپس بزرگ میره که میتونه کلیت جمهوری اسلامی رو در بر بگیره و میبایستی که جمهوری اسلامی بیاد در این زمینه تصمیم گیری و مدیریت کلی درست بکنه که ببینه برای نجات این اقتصاد که در نهایت نجات کشور خواهد بود، میبایستی که یک جایی مثل بازی شطرنج یک عقب نشینی یا در واقع تسلیمی هم داشته باشه و این رو بررسی بکنه که بهتر هست این تسلیم رو با خود مردم ایران داشته باشه و تسلیم خود مردم ایران بشه یا تسلیم چند جنرال آمریکایی و غیره بشه. این تسلیم با اونهاست تا بعد از اون ما بتونیم نقش ایوان رو در واقع درست بکنیم و این اقتصاد در بنبست رو بتونیم با راهکارهایی که دوستان مطرح کردن در واقع پیش ببریم. متشکرم آقای جمشیدی، آقای حسنیا، خانم معتمد، متشکرم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که بیننده برنامه صفحه دوی آخر هفته بودید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب روزتون خوش.